بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنئم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سراغاز گفتار نام خداست، که رحمت گر و مهربان خلق راست. حمد بی حد شکر بی پایان تو را، ای یگان خالق ارض و سما. جست ما را نیست معبود ای اله، مقصد و ملجا ملاز و همپنا. ما فقط یاریز تو خواهیم و بس، در مقام بندگی در هر نفس. مستعان ما توی یا رب فقط، استعانت از سوای تو غلط. جز به فرمان تو ای دانای راز، تو غنی مطلقی ای کار و ساز. کل عالم را به تنهایی تو بس، خلق محتاج تو اندر هر نفس. یاری تو کل عالم را بس است، جز تو را هر کس بخواند ناکس است. غیر تو عاجز فقیر و ناتوان، جمله محتاج تو اندر دو جهان. استعانت از خلایق ناروا، در اعانت عجز دارد ما سوا. قادر مطلق توی ای ذوالجلال، تو سمیعی و بصیر و لایزال. ما شهادت می دهیم ای کردگار، نیست نبود غیر تو پروردگار. هم محمد صلی الله علیه و سلم، هم محمد بنده ای مرسل تو را، بر مسلمانان عالم مقتدا. بی عدد بی حد صلات و هم سلام، بر محمد مصطفی خیر الانام. هم به روح آل و هم اصحاب او، بر تمام اطرت و احباب او.
ای خدا، ای ارحم از هر مادری، جز در تو نیست بهر مادری. رهروان راه حق را حفظ کن، شرک و بدعت را بکن ریشه زبون. بر و تقوا را بکن بر ما نصیب، ای خدا ای بندگانت را مجیب. صل یا رب علی خیر رسول، هادی الخلق الی خیر سبل، و علی آله و صحبه اجمعین، و ارحم اللهم شافی و نحن معه یا معین. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها قیوم و فرمانده و ولایت مطلقه هستی، تنها روزی دهنده و تنها شفا دهنده، تنها روزی دهنده و تنها روزی گیرنده، تنها مریض کننده و تنها شفا دهنده، تنها زنده کننده و تنها میراننده. کارها همه و همه تنها در دست قدرت توانای اوست و بس. و برای چنین دعوت روشن و واضحی پیغمبران فرستاده، که درود خداوند بر همه اون پیغمبران راستین از آدم تا خاتم، بخصوص به سرورشون و پرچمدارشون و رهبرشون و امامشون و پیشوایشون و مقتدایشون. او رسول را ختم و ما اقوام را داد ما را آخرین جامی که داشت. درود بر تاجدار رسول که با تحمل رنجهای فراوان گنج آسمانی توحید و خداشناسی و هدف از خلقت را به من شما آموخت. درود خداوند بر عترت طاهرهش باد، بر نسب پاکش باد، بر همسران صدیقه و پاک دامنش باد که مادران مؤمنانند، نه مادران بی تربیتان و فحاشان و سبابان و شتامانی که فرهنگ شرکالود خود را از حوزه های شرکیه می گیرند که وارثان حقیقی موبدان زردشتی هستند و امثالشان، لیکن تظاهر به تشیع اسلام می کنند. اما اونها مادران مؤمنانند، مادران پاکانند، مادران صالحان و نیکان و موحدانند. خداوند ما و شما را از اونها قرار بدهد. و درود خداوند بر اصحاب محمد باد که بهترین اصحاب بر بهترین پیغمبر بودند. حتی علاوه بر اینکه قرآن و پیامبر ازشون اعلام رضایت کرده، حتی قبل از اینکه ایمان بیارن، قبل از اینکه صحابی پیغمبر بشن، پیشگویی هاشون در تورات و در انجیل وقتی که ذکر محمد صلی الله علیه و سلم شده یا ذکری از اونها هم شده. ولذا اصحاب پیغمبر بخصوص مهاجرین و انصار بعد از انبیا بزرگترین افراد بشرند، همین هایی که پلیدترین افراد بشر بهشون فحاشی میکنند در لباس امامت و ولایت و تشیع. اونها چنان شیفته این دین شدند، شیفته مولایشون شدند، که به پیامش چنگ زدند، به احکام کتابش عمل کردند، مال و جان خود را در این راه فدا کردند و چنان بی کم و کاست این امانت عظیم را
مولایشان بر دوششان گذاشته بود به نسلهای بعد از خودشون بدون کم کاست منتقل کردند. و از اینجاست که خداوند متعال میفرماید که علم ما فی صدورهم، اون چه در دلهاشون من اونو میدونستم، اون چه در قلبهاشون من اونو میدونستم، من اونها رو تزکیه میکنم. و ای مؤمنان از اهل بیت و غیر اهل بیت، من از اصحاب محمد اعلام رضایت کردم و به اونها وعده جاودانه بهشت دادم، خیلی صریح و روشن. و اگر شما بخواهید به همون بهشتی بروید که به اونها به یاران محمد وعده دادم و همچنان که از اونها راضی شدم از شما نیز راضی شوم، به نکویی از اونها پیروی کنید، راه اونها رو بروید، دین محمد را، پیام محمد را، میراث نبوی را، علم نبوی را از شاگردانش فرا گیرید، که این علم سوزن نیست که فریبکاران پلید امام تراش اونو به اسپرم مقدس مبدل کرده باشند، نسبیش کرده باشند، همچنان که در دوران زردشتیت همی کار را کردند. بلکه خداوند به همه مؤمنان دستور می دهد که میراث نبوی را از شاگردان مکتب محمدی فراگیرید و همین کاری را که جمهور مسلمانان، سواد اعظم مسلمانان که پیامبر اکرم و همچنین علی به پیروی و تابعیت از پیامبر اکرم می فرماند که علیکم به سواد اعظم، با سواد اعظم مسلمانان باشید، فرقه فرقه نشید، شیعه شیعه نشید، گروه گروه نشید. مقصود اینجا فرقه های عقیدتی است، نه اختلاف رأی در مسائل فقهی. با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و فرزندان و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به لطف و منت و کرم خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را که خداوند به من شما توفیق داده که میتونستیم در هر جای دیگری باشیم، توفیق داده که در محضر کتابش باشیم، در محضر کلامش باشیم، سخنان او را بشنویم، از میان این همه بلندگوهای راست و چپ، شرک و کفر، بدعت و ضلالت، به من شما توفیق داده. این هم از فضل و منت اوست و با تشکر از این که ما را مهمان خانه های خودتون قرار داده اید، از مدرسه بسیار عالی علامه شهید احسان الهی ظهیر در لاهور تا بقیه جاها، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را با
تقيد بأحكام الدين وفهم القرآن والسنة والتوحيد. مملو از نور هدایت و قرآن بگرداند و از ظلمت شرک و بدعت و خرافه و کفر و امام پرستی و امام تراشی و بقیه بدعت های زلالت آمیز فریبکاران روحانی نمای دجال از خمینی تا کلینی افکار و خانه های ما و شما را پاک و مبرا نگه دارد. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 102 از سوره یونس علیه و نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بأنها بقوا قرب برايين من بخشید. یک آیه دیگری خوندیم، با 102 رو باید بخونیم. بله. پس آن امتی که چنین زیستند هم اکنون دگر در پی چیستند؟ بجز آن که آن روزگار هلاک که دیدند پیشینیان روی خاک، ببینند آن را به چشمان خیش، ببینند آن را فرا روی پیش. بگو پاش بر طاغیان زبون، بمانید در انتظاری کنون، که من نیز هستم در این انتظار که نصرت ببینم ز پروردگار. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم. آیا مشرکان، کسانی که با رسالت جنگیدن و این جنگ با رسالت تا امروز ادامه داره، جنگ به راه پیغمبران، چه در لباس امامت و ولایت یا چه در لباس دین ستیزی صریح ادامه داره؟ و هل ينتظرون، آیا منتظر این هستند مثل ایامی که سابقا گذشته؟ بگو منتظر باشید، من هم از منتظرانم. پیامبر انتظار نصرتشه که خداوند نصرتش داد بر دنیا، 10-12 امپراتوری رو از صفحه روزگار محو کردن، به جایش توحید و دین و علم و دانش و عدالت گذاشتن. اینایی که ایمان نمیارند یا شرک میورزند، امام میتراشند، بزرگان و مشایخ خود را به نام پیر و غوث و قطب عالم میدانند، اینها یا کافران سری همچنان در طغیانشون مستند، گویا که میخوان حوادثی را که بر پیشینیان رخ داده وقتی که ایمان نیاوردن، اینا هم
با همین روش گویاک مدثر از همچنین عذابی هستند. ولذا وقتی که رسول خدا علیه الصلاه و السلام و علی آله و صحبه الکرام اومد و توضیح داد که چطور تکذیب کنندگان سابق، مشرکان سابق، غالیان سابق، بزرگ پرستان سابق هلاک شدند، شما نیز شکست میخورید و هلاک میشید، یعنی این کار رو نکنید. ایام، ما میدونیم که روز یک واحد زمانه، برای مقیاس گرفتن زمان، اندازه‌گیری زمان، روز، بعدش هفته، بعد از هفته ماه، بعد از ماه سال. هر چقدر انسان پیشرفت کنه این تقسیم بندی ها رو دقیق تر میکنه، روز رو به ساعت تقسیم میکنه، ساعت رو به دقایق، دقایق رو به ثوانی، چه بسا که بعدها بشه ترقی کنه هم بیشتر از این تقسیم بندی بشه. هر چقدر که زمان پیشرفت کنه مقیاس ها دقیق تر میشه. چرا؟ برکه اساس دنیا بر ابتدائه، بر ابتکاره. خداوند بشر رو اینجا فرستاده بر ابتکار، بر به اصطلاح متدینان بر بدعت گذاشتن. در دنیا بدعت خوبه، هر روز شما چیزی ابتکار کنید، برعکس دین. برکه دنیا ناقصه، شما هر روز چیزی رو ناقصه، من شما یعنی در نظر من شما، نه اینکه ناقص خلق شده، چیزایی هست که ما شما نمیدونیم، نقص در خودمونه. برق قرنهای قرن بوده، بشر که کشفش کرده، تلفن، تلگراف، تلویزیون و هکذا. ولذا ابتدا در دنیا خوبه، برعکس دین. دین کامل بوده، نیازی به بدعت نداره. خب و شبان روز و همچنان که عرض شد از واحدهای زمانه، برای شب روزه. ممکنه انسان بگه به جای شبان روز بگه یه روز، از حوادث مهم میگن روز حجت الودا، روز حج، روز عرفات، روز منا. با تو شبان روزه غیر از عرفات، روز حنین، روز احد مثلا. مقصود از روز اینجا چیه؟ اون حوادث مشخص و بزرگی که رخ داده در اون روز. ولذا در تاریخ میبینیم که مثلا تا پیش اعراب، تاریخ ایام العرب، یا روز اوتاس، روز بوآس و هاکزا، روزهایی که جنگ های مشهور انجام دادن، روز قادسیه مثلا. مقصود روز ظرف زمانه، لیکن گاهی این ظرف زمان ممکنه مقصود ازش حادثه‌ای باشه که در این روز رخ داده. مثلا شما در این زمان میبینید که اونایی که عمرشون طولانیه میگن ای اون روزهای گذشته ارزانی چقدر بود، فلان روز، روزی که شاه بود مثلا، روزی که فلان بود. میگه بله اون روز، اونا روزایی بود گذشت. اینجوری مثلا نسل ماها اینو یادشون میاد. خب و ممکنه روز به یک حادثه که درش رخ داده موسوم بشه. اینجا خدا سبحانه و تعالی میفرماد که فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلو، آیا منتظرند مثل روزهایی که گذشته؟ اونایی که گذشتند کیان؟ اونایی که گذشتند همونایی که به حرف پیغمبران عمل نکردند. قوم نوح خداوند غرقشون کرد، قوم فرعون خداوند غرقشون کرد. خداوند سبحانه و تعالی می فرماد که فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا،
ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ده سورة عنكبوت آية 40. هر کدوم از اینها را به گناه خودشون مؤاخذه کردیم، انتقام گرفتیم ازشون. بعضی از اونها رو سنگ باران کردیم، بعضی از اونها رو با یک فریاد از بین بردیم، بعضی از اونها رو زمین بلعید، بعضی از اونها رو غرق کردیم. همه اینها و ما کان الله لیظلمهم، خداوند بر کسی ظلم نمی کنه، بر اونها هم ظلم نکرد، لیکن خودشون بر خودشون ظلم کردن. خب اونایی که حرف پیغمبران رو گوش نکردن بر خود ظلم کردن، اینهایی که 12 پیغمبر بالاتر از پیغمبر درست کردن چی؟ 14 خدایان، 14 معصومیان، 12 خدایان، اینا ظلم نیستش؟ این ظلم های سیاسی که شما میبینید نتیجه ظلم های شرک آلود عقیدتی است. اینو متاسفانه روشنفکران دینی ما هنوز متوجه نشدن. و خب این روزایی بوده که این روزا رو میدونستن. آیا منتظر چنین روزایی هستند؟ ورزا شایسته نیست که در کفر یا در شرک بمانند، برای اینکه نتیجه شرک و کفر رو دیدند و این حوادثی را که سابقا رخ داده در بینشون رایجه میدونند. یعنی در میان مردم رایجه میگن خب ظالم هم یه روزی داره، یعنی این روزی که خداوند از ظالم انتقام میگیره، اون روز روز مشهوری میشه. چرا ظالم خداوند ازش انتقام میگیره؟ بلکه بر خداوند افترا میزنه، بر خلق خدا ظلم میکنه. چه افترایی بالاتر از امامت؟ چه افترایی بالاتر از امام زمان؟ چه افترایی بالاتر از 12 امامی؟ چرا در قرآن اثری ازشون نیست؟ بلکه افترای دروغه. ظالمان که مردم رو از خدا دور میکنن و بر خلق ظلم میکنن، خداوند ازشون انتقام میگیره، لیکن او صبر داره. ورزا خداوند یه حادثه بزرگی رو پیش میاره، در اون روز مثلا فلان ظالم زده میشه و مردم از دستش راحت میشن. همین در قرن خودمون چقدر از ظالمان خداوند عذاب برشون نازل کرد. این ظلم چه از راه فریبکاری دینی باشه مثل تشیع و امام تراشی، یا از راه طغیان و استبداد ظاهر و دنیوی باشه، لیکن انسان ها عجله دارن. کارهای خداوند همش با حکمته. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بگو ای پیامبر منتظر باشید. یعنی چی؟ یعنی تهدید درش، شما منتظر باشید که عذاب براتون بیاد. من منتظرم که پیروزی برام بیاد. رافضیان میگن کذابان امام تراش، نه منتظر امام زمان باشید، امام زمانی که هیچ مادری او را نزاییده، هیچ پدری او را ندیده، هیچ پدری ادعاش نکرده، هیچ مادری ادعاش نکرده، همش به دروغ. اینی معکم من المنتظرین، اولی درش تهدیده فانتظرو، دومی درش بشارت مژده. برکه رسول خدا صلی الله علیه و آله منتظره که شکست اونها رو ببینه، عذاب خدا رو بر اونها ببینه، و منتظر اینکه خداوند وعده پیروزی که بهش داده بهش برسونه. ثم ننجی رسولنا
والذين آمنوا. بعد از اون رسولانمون رو نجات میدیم و کسانی را که ایمان آوردند. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، این چنینه که حق بر ما که مؤمنان رو نجات بدیم. این رسولان خود رو نجات میدیم. چرا امامان خودش رو نجات نداد؟ چرا؟ اگه امامت بالاتر از رسالته، چرا همگی به قول شما مسموم شدند، خون و نشین شدند؟ خداوند میگه من رسولان خودم رو نصرت میدم با کسانی که ایمانم آوردند. اگر امامتی حق بود خداوند نصرت شما میداد. همین آیه بر رد امامت، بر رد کل رافضیگریه. و كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، و اینچنین حق بر ما خداوند حتی مؤمنان نجات بدیم. ثم ننجی، سپس رسولان خود و آنان که بهشون ایمان آوردن اینا را از نجات میدیم، از عذاب دور میکنیم. و انشاءالله که این آیه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.